دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال تلپاتی. امیدوارم در هر کجایی که هستی حال دلتون خوب باشه. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین، یاران صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. ببینیم چه خبر است در انرژی ها دوستان، و اینکه من از کارت های عددشناسی برای خواندن برای انتخابات شما استفاده میکنم. خب بریم ببینیم چه خبر هستش. این در اولین قسمت استفاده میشه. ببینیم در انتخابات شما چه خبر است. انتخاب اول عدد 5 هست، انتخاب دوم عدد 9 هست. اوکی. پس انتخاب اول عدد 5، انتخاب دوم دوستان عدد 9. ببینید چجوری میخواین نگاه کنین. دوستانی که نمیتونین انتخاب کنین، انتخاب اول مال شما هست. سخن کوتاه میکنم، میرم سریع و سر سراغ انتخاب اول. درود به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب عدد 5 بود. تغییرات و حرکت. کسی هستش که بیشتر داره به سمت مسائل جدید میره و اینکه میخواد تجربیات جدیدی رو زندگی کنه، احتیاج داره که یه مقدار تنوع بده به زندگیش و از این حالت یک نواختی بشه دو نواخت. آماده پیشرفت هست و خودش رو داره آماده میکنه که حرکت کنه، از این روتین در بیاد و احتیاج به آزادی داره. حرکت میکنه، مسافرت میره، به سمت افقهای جدید میره و احتیاج رو به این داره که اونجور که دلش میخواد هر کاری که دلش میخواد انجام بده. من قبل از اینکه شروع کنم به خواندن انرژی ها، مثل همیشه دوستان از انرژی کیهانی و از انرژی و از زمیر ناخودآگاه اون شخص اجازه میخوام که بهش وصل بشم. حالا میبینیم با هم دیگه. اینجا من یک آماری میگیرم از شرایط شما با هم دیگه و بعد میریم ببینیم چه خبره دوستان. کارت اینجا، کارت اینجا. حاضر همین الان ببین تلپاتی وقتی ایجاد میکنیم دوستان انرژی الان رو بهتون میدن، نه انرژی های فردا پس فردا. موقعی که دارین نگاه میکنین دوستان، مثل ذهن خانی هم همینجا، اینجا و الان، همین الان، همین الان دوستان این فکر میکنه دوستان عزیز که حالش خوب از وقتی به شما فکر میکنه، احساس خوبی داره، حس خوبی بهش دست میده، همه چیز روان هست، همه چیز شفاف هست، حال دلش خوب میشه، یک حس خوبی در درونش به وجود میاد. ولی شما رو فکر میکنه که شما حالتون بد هسته، شما ناراحت هستین، شما در ارتباط با این شخص ممکن هستش که تکان خورده باشین و رابطه رو میبینه، رابطه ای هستش که در اون برحال ممکنه یک سریاتون خیلی وقت هستش همدیگر رو میشناسین و اینکه همدیگر رو میشناسین و جهتی که در اون هست، حالا هر جهتی باشه، با هم باشین یا بی هم باشین، فعلا مسائل همون جوری که هستن خوب هستش و ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد. شما رو از چیزی که خوشش میاد دوستان این هستش که در یک سکوت هست، یه سریاتون حرف دلتون رو نمیزنه، یه چیزی رو پنهان میکنه، یا اون آدمی هستی که شما رو پنهون کرده، اون زیر میرا کسی نمیبینتتون و از این میترسه که شما آشکار بشین، از این میترسه دوستان عزیز که شما قدرت زیاد داشته باشین و اینکه شما بخواین خیلی آدمی باشین که به چشم بیاین، برای این چیزا میترسونتشون و اینکه بخواین یک جای خیلی خیلی بزرگی رو توی زندگی شاد بازی کنین، نقش بزرگی رو. پتانسیل این رابطه میگه فعلا که من احساس میکنم در آینده ممکنه که وارد یک ایست بشه از نظر این شخص، برای اینکه باید یه سری چیزها عوض بشه. خب من این کارت ها رو جمع میکنم براتون، بریم ببینیم که کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن در ارتباط با خب اولین کارت رو من کشیدم براتون، بریم ببینیم که کارت های دیگه بهتون در ارتباط با شخص مورد نظرتون دوستان چی میگه. هر خطو که میریزم میخونم براتون و بعد میریم سراغ خطای دیگه دوستان.
من خورده اینا رو این ور اونور بذارم که جا باشه برای همه کارت ها. من دو تا کارت اینجا جا مونده، ببخشید. من دو تا کارت ها رو بذارم این تو. یه لحظه من یه کارت دیگه هم براتون میریزم و اینکه اوکی. خب عزیزان دل، من خبری که میتونم بهتون اینجا بدم در ارتباط با شما دوستان عزیز، کسی هستش که دارم میبینم که خیلی تغییر کرده. تغییر کرده. اگه قبلا خشک بوده در ارتباط با شما چون میترسیده از یک سری از مسائل، الان تغییر کرده. همونجوری که در قبل هم دیدیم، در این کارت ها دیدیم که آدمی هستش که مقدار حالش بهتر است در مورد شما، خوب هستش، حس خوبی داره وقتی به شما فکر میکنه. یک سری از ترس ها رو این شخص در واقع رها کرده. ترس شاید از یک سنت باشه، از یک خانواده ممکن هستش که این شخص در یک زندگی دیگه ای باشه و ترس هایی رو داره در ارتباط با شما، و بنابراین دارم میگم الان حالش بهتر هستش. آدمی هستش که با تمام وجود دوستان ببینید مجبور هست در قسمتی از زندگیش هستش که مبارزه خودش رو، نبرد خودش رو تعیین کنه. چرا که کسی نیستش که تمام آزادی عمل رو داشته باشه، یعنی حاشیه‌ای برای مانورش خیلی کم هستش. و ببینید کسی هستش که مثل اون کسی که از راه دور شما رو نگاه میکنه ولی قادر نیستش که بخواد اقدامی رو انجام بده. چرا که تحت تاثیر یک سری از مسائل هست، یک سری از مسائل میترسوننش و حالش رو بد کردن. احتمال برای یک سری دوستان نه عده زیادی، ولی ممکن هستش که این شخص بیمار باشه دوستان. و اینکه اوپا بابا ببخشید فرشته ناراحت شد. و اینکه دوستان عزیز توجه کنید، حرف از رابطه گذشتهش میزنه، زندگی گذشتهش اینجا حالا احساسی بوده یا شخصی در گذشتهش بوده، هر چیزی که هست دوستان در حال زندگی گذشته این شخص مثل اینکه این روزا براش خیلی خیلی پررنگ هستن و اینکه دوست داره خودش رو رها کنه از اینا. در ارتباط با شما دوستان عزیز، حسی که من دارم میبینم با این خط تلپاتی این هستش که من دیگه تر نمیترسم ازت، ولی دست پا ندارم برای که بخوام بیام. چرا که یک سری از مسائل، تحت تاثیر یک سری از مسائل هستم، خب مخصوصا زندگیم در تحت تاثیر یک سری از مسائل گذشتم هستم و تو رو نگاه میکنم از راه دور و به خودم اجازه شاید قدم بیشتری برداشتن در ارتباط با تو ندارم. ممکنه یک سری ها با هم باشین دوستان، ولی برای میبینین که شاید حس کنین که این شخص فاصله میذاره یه مقداری، یا اینکه خیلی چیزها رو شما خودتون حس میکنین که به شما نمیگه و این برمیگره به همین مسئله زندگی گذشتش. خب حالا بریم ببینیم که دیگه چه خبر هستش در این انرژی ها دوستان.
خب دوستان ببینین عزیزان دل، این شخص من احساس میکنم نسبت به شما رابطه احساس داره و اینکه دلش میخواد با شما باشه. کارت اول حرف از جدایی میزنه. پس اکثر شما دوستانی که دارین نگاه میکنین در آستانه جدایی هستین یا جدا شدین از هم دیگه. و ببینین دوستان این شخص دارم میبینم سعی میکنه اعتماد کنه به کائنات، حالا به هر جوری که هر کسی که اعتقاد داره و خودشو دست خدا سپرده و اینکه امید داره که ایمان داره و امید داره که با اینکه شاید رابطه من تو یک رابطه ناممکن هستش ولی این ادغام اتفاق بیفته و با هم باشیم. ببین برای به فکر یک شروع هستش و اینکه یک جان دوباره دادن به این رابطه. میترسه اقدام میکنه که یک مسئله فاجعه بار باشه و به خودش میگه بهترن این هستش که دوست داشته باشم. یعنی احساس وجود داره، ممنوعیت هم وجود داره، یک رابطه غیر ممکن من اینجا دارم میبینم، ولی رابطه‌ای که در اون این شخص امید داره که غیر ممکن وجود نداره، بلکه میشه اعتماد کرد. چیزی اگر بخواد شخص وارد رابطه، اگر از هم جدا هستین که بخواد وارد یک رابطه بشه، از شما حتما خواهد خواست، حتما که چرت کنم شاید به صورت حالا تلویحی هم بهتون بگه که یک رابطه مخفی باشه که دیگران ازش خبردار نباشن. خب حالا بریم ببینیم که کارتای دیگه بهتون چه چیزی رو میگه دوستان عزیز در ارتباط با این شخص. خب در ارتباط با شما دوستان عزیز، اولا که دارم میبینم که شما رو خیلی خیلی آدم محتاطی میبینه. این کارت این حرف رو میزنه، کسی که تجربه داره، کسی که سختی کشیده توی زندگیش، و در ارتباط با این شخص هم شما خیلی محتاط هستین. دوبار حرف از مکالمه میزنه. اینجا حرف از مکالمه ای که دوچار مشکل هستش، فکر میکنه که شما اگر که سکوت کردین در مقابل این شخص، اگر حرف نمیزنین، قرار قدمی بر نمیدارین، چون شما شاید مشکل مکالمه دارین و حرفایی بزنین که واقعا بهش فکر نمیکنین. چرا که فکر میکنه که در ارتباط با این شخص شما خیلی ناراحت هستین، اتفاقاتی بین شما افتاده که شاید اتفاقاتی که خیلی سریع و سیرم پیش رفته و جلو رفته، یه سیر سودی داشته که باعث شده که شاید شکراب و جنگی بین شما به وجود بیاد، ولی شما رو آدمی بسیار مهربان میبینه و آدمی میبینه متعادل. کسی که دارم میبینم که سعی میکنین روی خودتون، روی مکالمتون هم کار کنین و احساس میکنه این شخص که شما بهش خیلی فکر میکنین. اوکی؟ چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. درود دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب عدد 9 بود. خب من این کارت رو اینجا میذارم، بعد بهتون میگم چه خبر است. اول یک آماری از این رابطه در چشمان این شخص میگیریم، ولی قبل از اینکه شروع کنم به تلپاتی، دوستان عزیز از انرژی کیهانی و همچنین ضمیر ناخودآگاه این شخص اجازه میخوام که بهش وصل بشه. خب بریم ببینیم چه خبر دوستان. این کارت دو کارت خب. مثل اینکه در این رابطه زور و قدرت زیاد هست دوستان. خودش رو دوستان عزیز شخص مورد نظر شما میبینه مثل کسی که داره مدارا میکنه با شما، دوست داره که همه چیز مثلا دوروبرش همچین
زاویه 90 نباشه، بلکه یک زاویه بازتری باشه، یعنی اینکه بسته نباشه و اینکه داره روی خودش، روی آرامش و خودش در ارتباط با شما کار میکنه و سعی میکنه که یه صلح و آشتی بین شما برقرار باشه، احساس آرامش میکنه. ولی شما رو میبینه، شما هم میبینه کسی هستین که خیلی انرژی دارین در ارتباط با این شخص و اینکه اگر قرار باشه کاری رو انجام بدین انجام میدین، یعنی شک نمیکنین، قدرت دارین، پتانسیل دارین توی این رابطه. ولی رابطه یه ببینید اتصال شما یه چیز منفی هست دوستان، یک مسئله هست، یا روی سر همدیگه سوار شدن هست، یا مسئله مادی هست، یا یه وابستگی های بدی هست، یا اینکه به هر حال وابستگی های بد ممکن استش مسئله فیزیکی فقط باشه. اوکی، این شخص دوستان عزیز ارتباط با شما خیلی محتاط هستش، خیلی محتاطانه عمل میکنه و اینکه بهتون گفتم اینجا هم خیلی مدارا میکنه و چیزی که از شما خوشش میاد اینکه تجربه شما که شما دارم میبینم که سعی نمیکنین که خیلی شاید بخواین سرعت بدین به مسائل، همینجور یواش محتاطانه قدم برمیدارین و از گذشتتون درس ها مختیم و یواش را میریم و میترسه از اینکه یک بار شرایط تغییر کنن و اینکه شما شاید این ترمزی که دستتون هستش یا این احتیاطی که الان دارین میکنین از دست بدین. میگه این رابطه‌ای خواهد بود که برای این شخص موفقیت آمیز خواهد بود دوستان. اوکی، حالا من این کارتا رو جمع میکنم، بریم با همدیگه بریم ببینیم چه خبر است. عدد 9 افتاده اینجا دوستان عزیز. عدد 9 حرف از پایان یک داستان میزنه و اینکه ممکن هستش که دوستان عزیز این شخص فکر کنه که شما به آخر یه داستان رسیدین و اینکه احساس میکنه که خیلی شاید خودش رو فدا کرده در ارتباط با شما. کارت های دیگر هم میریزیم، تنها با یه گل بهار نمیشه. بریم ببینیم با این شخص من یه تلپاتی برقرار میکنم و بهتون میگم چه خبر است. و اما کارت های بعدی رو اوکی، ببینیم چه خبر دوستان اینجا.
همونجور که دارین میبینین عزیزان دل، آدمی هستش که من احساس میکنم برای سریتون در جدایی هستین یا در آستانه جدایی هستین با این شخص سوسان، و اینکه آدمی هستش که دارم میدونم یک قلو زنجیرهایی داره از پای خودش در ارتباط با شما بر میداره، در جلوی شما میایسته. حسش این هستش که یک زمانی من خیلی از خودم مایه گذاشتم، حالا وقت این هستش که روی تو چشم بپوشم یا اینکه به خودم بخوام برسم. آدمی که شرطش سخت هستش، وقتی به شما فکر میکنه فکر زحمتاش داره میفته، میگه بزرگ شد از این مسائل، الانم در ارتباط با شما سعی میکنه که یه خورده اون حرارت رو بیاره پایین تر. ولی افرادی هستن عزیزان دل دوروبر این شخص که در ارتباط با شما حرف بد زیاد میزنن، تحت تاثیر افرادی هست که حرف بد زیاد میزنن، و این روابط شما رو من دارم میبینم که شکراب داره میکنه. ببینیم که از اول میگفتش که سعی میکنم، تلاش میکنم، مدارا میکنم که یک صلح آشتی باشه، سعی میکنه، ولی دیگرانی هستن که اینجا دارن مته به خشخاش میذارن در ارتباط با شما، هی چشمش رو هی روی عیب و ایرادای شما دارن انگشت میذارن، و اینجا من دارم میبینم که آدمی هستش که تصمیمی در مورد شما گرفته و این تصمیم رو نمیخواد عوض کنه. میگه من و تو به یک تعادلی داریم، این تعادل تا به یک تعادلی رسیدیم الان در ارتباط با هم دیگه، و این تعادل نسبی هست، مطلق نیست، شکننده هست، ولی من میخوام اینو نگه دارم. در واقع وقتی که ته دلش رو بخوایم حفاری کنیم، این شخص نسبت به شما احساس داره، نسبت به شما بی احساس نیست و دلش میخواد یک رفتار محبت آمیزی با شما داشته باشه، ولی افرادی هستن که دوستان عزیز دارن اینجا بین شما شکراب میکنن. خب بریم ببینیم که کارتای دیگر با هم دیگه دوستان. یک چیزی مثل این میمونه که بین شما ساخته شده، حالا یا یک واقعا پروژه مشترکی با هم داشتین، یا یک سری از عقاید مشترکی با هم داشتین، یک مسئله مستحکمی بین شما بوده و هست هنوز. خب و اینکه میگه اساس، پایه، اساس درست بوده، ولی یه چیزایی اومدن اینجا مثل یه خرابش کردن رابطه رو. ببین یک حال حسی داره که تلنگری بهش در ارتباط با این رابطه خورده، و الان احساس میکنه رابطه ای هست که باید یک دوره نقاهت رو پشت سر بگذاره. این آدم دوستان عزیز در فکر خودش موفق خواهد شد که این رابطه رو بعد از اینکه حالا خودش جون گرفت و یه مقدار مسائل رو حالش بهتر شد و اینا، به این رابطه یه جونی بده. ولی من چیک مسئله اینجا هستش که خوشم نمیاد، اینکه قصد و نیتش این هستش که موفق خواهد شد که شما رو دو مرتبه در دام بندازه. ببینید در این موفق خواهم شد وقتی که حالم بهتر شد من، یا وقتی که من اعتماد شما رو جلب کنه، اینجوری شما رو در یک زندان عاطفی، در یک زندان بذاره، یعنی که میشه نگهبان، زندانبان شما، در حدی برحال شادم خودش اینجور فکر میکنه که اگر که من موفق بشم و این رابطه رو آروم کنم و با هم دیگه وارد این رابطه بشیم، شما هستین که اینو در یک زندان میذارین و محدود خواهد بود. آدمی هستش که دوستان عزیز دارم میرم خیلی دودل هست در ارتباط باشه، دودلیشون بالا دیدیم، این پایین اومده، ولی سعی میکنه خیلی چیزها رو فراموش کنه که بتونه این دوره نقاهت، اون درمان رو در ارتباط با خودش و این رابطه پشت سر بگذاره. رابطه رو میبینه رابطه‌ای هست محافظت شده. جالب اینجا هستش که از جانبی ببینین افرادی هستن دارن پرش میکنن، توپش میکنن، از جانب دیگه اینجا احساس میکنه که قدرت میگیره این رابطه، میتونه بهش معتقد باشه، ولی از جانب دیگه رابطه هستش که در اون دودلی هست، در اون احتمال اینکه یه نفر دیگر توی زندان بندازه زیاد هستش.
خب یا اینکه این میترسه از اینکه شما تو زندان واقعی بندازین، شکایتی ازش بکنین اینا، و اینکه احتیاج به این داره که یه مقداری روی خودش کار کنه، بیاد تقاضای بخشش کنه که حالش که بهتر بشه، که مبادا شما این کارو باهاش انجام بدین. هر کسی یک شرایطی داره. برحال من چیزی که دارم میبینم این شخص احتیاج به گذراندن یک دوره شفا نقاهت داره دوستان، خب که بتونه دو مرتبه اگر قرار باشه در ارتباط با این رابطه کاری رو انجام بده، انجام بده و احساس این که در یک خفقان هست نباشه، بلکه رابطه رو رابطه روشن ببینه، نه اینکه یک رابطه خاموش و سوخته. خب ببینیم که کارت بعدی در ارتباط با این شخص بهتون چی میگه دوستان عزیز. ببین دوستان توجه کنین، اینجا من در هر سه کارت 1 2 3 حرف از زمان میزنه. حالا یا زمانی هست شما رو میشناسین یا احتیاج به گذشته زمان داره در ارتباط با این رابطه. من چیزی رو که اینجا دارم میبینم این شخص شما رو آدم خیلی عصبی میبینه، آدمی میبینه که یه مقدار میترسین از اینکه یعنی اگر کم کاری هم بخواین انجام بدین زود عصبی ممکن هست بشین، و این عصبی بودن شما مانع از این میشه که بخواین شاید یک قدم های درستی رو در ارتباط حتی با این شخص بردارین. آدم خسته میبینتتون، و اینکه میبینه کسی که احتیاج به خسته از اینکه شاید خیلی تلاش کردین توی زندگیتون و حتی در ارتباط با این شخص، و این احساس میکنه شما هم احتیاج به این دارین که نفس بکشین و استراحت کنین. که آدمی مقدار دارم میبینم که دارین حرکت میکنین، احساس میکنه که شما دارین حرکت میکنین از اون کامفورت زونتون، و اینکه از سردرگمی شاید دارین در میایین. شما سردرگم هم میبینه و آدمی هستین که روی خودتون دارین کار میکنین، روی این چیزهای خستگیتون، روی عصبی بودنتون، روی خیلی از مسائل دارین کار میکنین، و شما رو آدمی خیلی شاید مادیاتی و یا آدمی همونجور بهتون گفتم عصبی یا آدمی خیلی وابسته شما رو میبینه. به هر چیزی بود که من میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگه.